فقط یه نکته بگم، ببخشید، من بسیجی آقای متوسلیان بودم دیگه، از تو دزلی و اون درگیری های اول جنگ. فقط میدونم اگر الان این جاوید الاثر آقای متوسلیان اینجا بودن، یه نکته میگفتن، اینکه آقا شما خیلی دارید درد میکشید، زرگ میکشید، به هر حال میگید که این بحث اختلاس ها، این حقوق های نیم، همه اینا گوش نمیدن. یه چیزی بگید که ما آرام بشیم، ما همچنان فدای شما هستیم، دوست داریم که مثل همین آقای متوسلیان که میگم واقعا اینجا بید که شما بیشتر از این درد نکشید و این همه آزار نبینید. واقعا گوش نمیدونم، یعنی ما رو بخواهدیم فدایی بشیم، به هر حال بفتیم جلو، به هر حال یه نکته که آروم من کنه، به هر حال من آروم باشید. این چیزایی که شما میبینید اینا حوادث طبیعی یک راه دشوار به سمت قله است. هیچ انتظار نباید داشت که اگر ما میخوایم بریم قله توچال یا قله دماوند، در راه چاله نباشه، سنگ نباشه، باد نباشه، دود نباشه، گاز نباشه. مگه میشه؟ اما داریم میریم. عمده اینه. اصلا نگران نباشید، این حوادث وجود داره. این حوادث اگر نبود باید تعجب میکردیم. یک، حالا به مناسبت حضور آقایون، من تو این جلسه خیلی بنا ندارم حرف بزنم، بنا دارم حرف بشنوم، اما را شما ما رو به حرف گرفتید، نه عیبی نداره. این یک لشکر فرهنگی، یک جبهه فرهنگی حمله کرده به انقلاب، به نظام جمهوری اسلامی. یه عده هم جانانه دارن ازش دفاع میکنن، جانانه دفاع میکنن. همین کتاب ها، همین نوشته ها، علت این که میبینید من اینقدر به شاعر انقلاب، به نویسنده انقلاب ارادت دارم و قلباً علاقه دارم، علتش اینه، چون میبینم اینا دارن چه کار میکنن، چون میبینم در مقابلشون کی وایساده و کیا وایسادن و چه کار دارن میکنن. اینو من دارم میبینم و میبینم که یه عده سینه چاک ایستادن. شما راه هم که میرید دارید مبارزه میکنید، شما، امثال شما، آقای خوشلفظ، خوشلفظ، خوشمعنا، خوشخواب، خوشرفیق، خوشزخم. یعنی شما همینطور که دارید راه میرید، نفس میکشید، حرف میزنید، اظهار وجود میکنید، این خودش مبارزه است، این خودش دفاعه، یه دفاع فرهنگیه. این آقایون که شعر میگن، کتاب مینویسن، کتاب منتشر میکنن، کارهای گوناگون فرهنگی میکنن، تحقیقات فرهنگ، اینا همه همین سینه سپرگردنه. 40 سال از انقلاب تقریبا گذشته، توقع بوده که دیگه اینا نباشن، اما شما میبینید داره رویش همطور پشت سر رویش میاد جلو. اینا شوخیه؟ نه، حالا ضمناً نفس اراده الهی است، ما همه وسیله ایم، ما کسی نیم، به خصوص حالا بنده که هیچ، حالا شما چرا، ما کسی چیزی نیستیم. اما میخوام بگم این که شما میگید آرامش، آرامش، من آرامش دارم، من هیچ ناراحت. بعضیا میگن ما دلمون حالتون رو فلان خونه، میگم بی خود، من راحتم، من دارم حرکت میکنم، من دارم حرکت رو میبینم، برای من روشنه که داره چه اتفاقی میفته توی کشور. بله، البته دشمنی هست، مخالفت هست، اگر نبود باید تعجب میکردیم. گروه هایی هستن سازمان یافته برای ضربه زدن از روزنه فرهنگ، از روزنه هنر، ارتباط دارن با هم، پول خرج میکنن، پول میگیرن، خیانت میکنن، خباثت میکنن، پس فطرتی نشون میدن، از این کارا همه دارن میکنن، برای اینکه این انقلاب رو یه جوری نگذارن حرکت کنه. داره انقلاب هم حرکت میکنه، سینهش سپر کرده. آمریکایی‌ها اقرار میکنن به شکست، صهیونیست‌ها اقرار میکنن به شکست، اونایی هم که احمق‌تر از این هم که اقرار کنن، مثل سعودی‌ها و اینا، چون مغرورن، احمقن، اقرار نمیکنن، اما در دلشون اقرار میکنن. اینه قضیه. خیلی نگران نباشید، خدا انشالله سایه شماها رو کم نکنه، خدا سایه شماها رو کم نکنه، خدا سایه رزمندگان رو کم نکنه.
سایه خانواده های شهدا را کم نکنه. این خوش خانواده های شهدا میان اینجا گاهی پیش من، آدم اصلا زبان انسان قاصره از اینکه توصیف کنه این حالتی رو که اینا داره. زن جوان، نسبتاً جوان، فرزند جوانتر از خودش رفته جبهه در سوریه شهید شده، آمده با یک شهامتی حرف میزنه، با یک گذشتی حرف میزنه. حالا خب میدونید با وضع دوران دفاع مقدس هم فرق داره، اونجا صدای توپ دشمن رو همه میشنفتن، اینجا صدای توپ رو فقط گوشهای شنوا میشنفتن، همه نمیشنفتن. در این حال در یه چنین شرایطی این مادر، این همسر، این پدر، یکی چند روز پیش از این اینجا بودن یه عده‌ایشون، من اسم یک خانواده رو آوردم، پدر خانواده رو، مردی اومد جوان، خودش جوان بود، شاید مثلا 40 چند سال، 42 3 سال، این جوانش رو پسر گفتم، پسر بزرگت بود؟ گفت بله، پسر بزرگ جوانه مثل گل و فرستاده سوریه. اینا مهمه، چیزای عجیبیست، این انقلاب یه چیز عجیبیست. حتی شما هم که رفتید تو دلش و اونجور کار کردید، هنوز به اون اعماق و ریزکاریاش نرسیدید، ما که بیشتر از شما نرسیدید. خیلی این انقلاب چیز عجیبیست، این حالا حالا دردسر برای اربابای دنیا در سرها خواهد داشت. حالا حالا اول کاره. زنده باشید. سایه شماست که تمام دنیا. زنده باشید. زنده باشید. انشاءالله به زور آقا امام رضا خدا. زنده باشید. انشاءالله.